با اجازه شروع میکنم. تو دفتر چهارم هستیم و دفتر چهارم و پنجم در حقیقت مولانا بحثش پیرامون عقل، شعور، فهم ما از دنیاست و در جلسه قبل دیدیم که نسبت ما رو، یعنی فهم ما رو با فهم کل یا آگاهی کل، هوشیاری کل هستی، با مثالی از خورشید، نور خورشید و نور ما و خونه ما زد که وقتی خورشید میاد یا ماه میاد اون نورش همه جا رو میپوشونه، نمادی هست از آگاهی کل این هستی. و این نور وقتی وارد ابدان ما میشه که همون در این مثال ها به صورت خونه آورده شده، نور هر خونه و نور ما با همدیگه متفاوت خواهد بود. این نوری که در خونه هر کس میتابه فهم و آگاهی شخصی جزوی هست که اون شخص داره. و ابیاتشو خوندیم. بعد در پایان اون ابیات رسیدیم به قصه بنای مسجد اقصا. گفتیم که این مسجد اقصا نماد چی میتونه باشه؟ نماد ساخته شدن اون فهم و شعور در ما. و گفتیم که، یعنی تو ضمن ابیات گفت که این چطوری اجزایی که این مسجد اقصا رو تشکیل میدن چطوری باید با هم اولا در هارمونی باشن و بعد با اون آگاهی کل باید در هارمونی باشن تا این یک سیستم تمییز در ما ایجاد کنه، قدرت تمییز که درست ببینه. این درست دیدن رو مولانا در مثنوی با بصیرت و بینایی و اینجور اسامی و مفاهیم اسم میبره. این هفته مثنوی رو با ادامه دفتر چهارم و قصه ای از آغاز خلافت عثمان خلیفه سوم شروع میکنیم. قصه آغاز خلافت عثمان رضی الله و خطبه وی در بیان آنکه ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به قول. ناصحی که، یعنی نصیحت کردن که با عمل اتفاق بیفته، بهتر است از ناصح قوال به قول، نصیحتی که فقط به زبان جاری بشه. در از مولانا یه چند تا نکته تو این داستان در نظر داره به ما بگه. یکی از این نکته ها این هست که نصیحت کردن که ما خیلی انجام میدیم، برای دیگران نسخه می نویسیم، مولانا میگه شما خودت عمل کن
اون خودت که شدی، همون شدن و بودن تو بهترین نمونه است برای دیگران. احتیاجی نیست اینو بگی. و مثالش همون مثال نخنمای خیلی معروف که همه هم بلدیم، این که مثلا پدر مادر همه به بچه میگن دروغ نگو، ولی همون جلوی چش بچه به هم دروغ میگن خودشون. بله، این یکی از اون نکته هایی است که مولانا توی این داستان میگه. پس این اون بخشی است که ناصح فعال به فعل بهتر از ناصح قوال به قول. خب ولی به همینجا خط نمیشه مسئله. دوباره مولانا همون تم همیشگیش که هست، همون عرض کردم که قوه تشخیص ما، قوه تمییز ما، چیزی که ما با اون دنیا رو میفهمیم، شعور ما رو دوباره به بحث میکشه اینجا. منتها حالا من به موقعش که وسطای یعنی چند بیت جلو بریم، اونجا یه مطلبی رو خارج از این ابیات